سلام، من دنیا هستم. امروز با یه ویدیو دیگه. حتما کانال منو سابسکرایب کنید، زنگول بغلش هم بزنید، لایکتون نرو بکنید ویدیو رو و حتما اینستاگرام منو فالو کنید. امروز اومدیم با بیوگرافی کامبیز دیرباز. من بیوگرافی بازیگر مختلفم درست کردم، اونم برید ببینید. بی وقت بریم سراغ ویدیو. کامبیز دیرباز یکی از بازیگران معروف ایرانی است که در 12 شهریور سال 1354 به دنیا آمد. کامبیز اصالتاً تونکابونی است و یک برادر به نام کسرا دارد. او فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه آزاد اسلامی است. دیرباز حضور در سینما را از سال 76 شروع کرد. او اول به الکترونیکی علاقه داشت ولی بعدها رشتهش رو به بازیگری تغییر داد. او در سال 1387 با یکی از همکلاسی های دانشگاهش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر به نام نیاز بود. کامبیز دیرباز به فوتبال و کشتی علاقه دارد و طرفدار تیم پرسپولیس است. او در اغلب بازی های حساس ورزشی اولین کسیه که خودش رو به استادیوم میرسونه. او با دوستش سام درخشان که طرفدار تیم استقلال بسیار کلکل داره. او در سال 1376 زمانی که فقط 22 سال داشت وارد تئاتر شد و در سال 1378 اولین فیلم سینماییش به نام دختران انتظار رو بازی کرد و بعد با بازی در فیلم اخراجی ها به شهرت رسید. او بعد از بازی در فیلم دختران انتظار در سال 1382 در فیلم دوئل بازی کرد. او بعد از بازی در این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مد رو از جشنواره فجر به دست میاره. دیرباز بازی در تلویزیون رو از سال 78 شروع کرد. اولین کار تلویزیون او سریال آژانس دوستی بود. او در سال 1383 در سریال تب سرد بازی میکنه که این سریال از شبکه یک سیما پخش شد. او در سال 1386 در فیلم اخراجی ها بازی میکنه. او در این فیلم نقش مجید سوزوکی رو بازی میکنه. او بعد از این فیلم بسیار معروف شد. سریال گاندو یکی دیگر از سریال‌های تلویزیون او است که در سال 1397 منتشر شد. قسمت‌های مختلف این سریال در ترکیه و چین هم ضبط شده. این سریال یکی از پرهزینه‌ترین سریال‌های صدا سیما بود که بر اساس داستان واقعی بود. جدیدترین کار او کار تخت گاز و آینه است که در سال 1397 ساخته شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. حتما کانال من سابسکرایب کنید، زنگول بغلش هم بزنید که هر ویدیو گذاشتم بفهمید و اینستاگرام منم فالو کنید و اگه ویدیو دوست دارین ویدیو لایک کنید. من بیوگرافی بازیگر مختلفم درست کنم با یوتیوبرهای مختلف، اونا هم ببینید. خدا نگهدار.